تو هنوز همون آسمونی، هیچ تغییری درونت پیدا نشده. تو جنگی فکر میکردم با این خون پاره که زد پایین میومدن، با این موشکایی که رو سر ما میزایدی و تمومی نداشت. معلومه آسمونم میزاد. با خودم صدای زایدنش تو خاطرم هست. صدای زایدنش چه شکلی بود؟ صدای زایدنش چه شکلی بود؟ ها، صدای زایدنش میگفت مردم این صدای عجیب قرمز مردم، فرار کنید، پناه بگیرید. مردم کجا فرار میکنید؟ این صدای عجیب قرمز عجیل، صدام میخواد بمون عجیل بده، پسته، فندق، کشمش، عجیب قرمز. نه 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 عجیب، نه عجیب قرمز. رنگت کبود میشد و قرمز میشد و میزایدی. امید زایدنت تمام خونه ها و کپنا ما را آتیش میزد. بعد دود آتیش بلند میشد میومد فیس به فیس خودت. دود آتیش میرفت تو چشات. گفتم بعد جنگ باید به جای به سلام آسمون آبی زیرا باید بهت بگم به سلام کاکاسیای برزنگی. کاکاسیای برزنگی، هله کاکاسیای برزنگی، هله کاکاسیای برزنگی، هله کاکات. شب نشو، شب نشو، شب نشو. نورو تمام دریغ نکن، نورو تمام دریغ نکن. خب دلت گنده بوده که اصالت خود تا دست ندادی، که هنو خورشید داره توت میتبه. اصلا میدونی چیه؟ همه چیز، همه چیز از ای بگیر و ای بگیر و ای بگیر و ای بگیر، از همه چیز، همه چیز عوض شده، همه چیز پیشرفت کرده. البته به پس مثل خرچنگ. وای 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 وای، خرچنگا نخورید ما رو، نخورید، نخورید خرچنگا، نخورید ما رو، نخورید ما رو. مخه ما پوگه، به ما حمله نکنید، نخورید ما رو، نخورید ما رو. و چه ایراد داره؟ چه ایراد داره؟ زهاک ماردوش بود، ما خرچنگ به دوشم. از آنه که نیست به زهاک دبنگ بگه که مرتی که به چرا مخه جوانا رو مینداخت و جلوی ما رو میخوردن. خب براشون نه همونه میزدید لری لری لری، ما رو همطور میرخصیدن، خسته میشدن، دوره بد میباریدیشون. خیلی خوب میدونم شما نهمونه خوشتون نمیاد، شما نهمونه خوشتون نمیاد. قدم و تخم و چشم ما بذاری، بذاری زیر بقلم رکیم، قدم و تخم و چشم ما تو چشم، نه رو تخم و چشم. مخ ما تلخه، مخ ما خوردن نداره. میگم چطوره به جای خوردن مخ ما یه سیگار با هم بکشیم؟ حال میده. سیگار نمیکشید، با هم حشیش بکشیم. بیافتید گوشه چت کنید، حال کنید، توهم بگیرتون، با هم مشورت کنید. پدر سگا مشورتتون قبول باشه انشاءالله. این که خرش تو هم خرش دیگه. اون غلقه که ما زبه برو پایین. حتی همین سگارم پیشرفت کرده، حتی همین سگارم پیشرفت کرده. قبل زمان جنگ لف بود، توتون میزنیم زبون میکشیدیم، حالا پیشرفت کرده شدیم وینستون. اما زهر ماری، حتی ما هم دیگه ناخدا نیستم، حتی ما هم دیگه ناخدا نیستم. هیچی ازم باقی نمونده. نه زن دارم، نه پسر دارم، نه لنج دارم، نه آسمون آبی دارم، نه دریای آبی دارم، نه جاشو دارم، نه ناخدا دارو بر من. هیچی ندارم، همه رفتن. موندم تک تنهایی تنها. یعنی ما الان ناخدا هستم اما ناخدا هیچی ندارم. یعنی ما الان ودودم، یعنی ولی دود شدم رفتم تو هوا. ودود نخند، نخند پدر سگ، هرکی بخنده آقاش سگه. نخند، ما هنوی بت ناخدا رو دارم. قرص محکم. اصلا کی میخواد زر بزنه؟ کی میخواد زر بزنه؟ کی میخواد زر بزنه؟ ها؟
خرچنگا کی میخواد زر بزنه؟ زرن ناخدا عقل میخواد کو عقلم؟ عقلم با امباجه خون پاره پرید به هوا ناخدا لنج میخواد کو لنجام؟ لنجم که قرق شد زر شکنجم نکنید ناخدا پا میخواد کو پا؟ پام کو درو لنج داشتیم با هم قدم میزنیم منو پام بعد یه خون پاره سود کشید هی پام پام هی پامو پیدا کنید پام 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 کجای پام نگردید نگردید بیای پام اینجا افتاده بلند شو عزیزم بلند شو چشاتو نبند چشاتو بسته تو نباید بخوابی تو نباید بخوابی تو نباید بخوابی چشاتو باز کن نباید بخوابی قلبش نمیزنه قلبش نمیزنه قلبش نمیزنه بای ناخدا بدون تو امشب شب اول قبر تتفهم پام کشل شد این شگنجم نکنید من خودم میگم من خودم میگم ناخدا پسر رشید میخواد من پسر ندارم پس ناخدا نیستم ناخدا زن میخواد من شیرزن ندارم من شیرزن ندارم پس ناخدا نیستم دست از سر من بیزن بردارید چشیده بدستید با این چشیده بدستید با خجالت بکشید دست از سر من بردارید دست از سر من بردارید برید داده کارتون من زن ندارم من یعنی بی صاحبم من صاحب بالا سرم نیست از سر من بیزن چه میخواهد برید قریب منی فلک نجمه زنم که رفت منو تک و تنها گذاشت نجمه هم که کشته شد یعنی ما الان بیزنم یعنی ما الان صاحب بار سرم نیست یعنی ما ناخدام اما ناخدا نیستم یعنی ما ناخدا ودود هستم اما از ودودیت چی ندارم ناخدا ودود رو ندیدی؟ همون ناخدایی که وقتی که سوار لنج میشد اهل و عیال و همسادا با اسفند آیت الکرسی میمدن پیش بازش ناخدا ودوده ناخدا خرچنگه ناخدا خرچنگه همون ناخدایی که وقتی که قصد دریا میکرد از هر سفر تا سفر دیگه سفره‌های مردمش رنگی بود از انعام مختلف دریا ای ناخدا ودود ای خرچنگا نه چشمام نه صورتام نه نه داشتم کابوس می‌دیدم داشتم کابوس می‌دیدم کابوس دو تا جارچیان که تو کوچه منو صدا می‌زدن می‌گفتن ناخدا خرچنگ داشتم کابوس می‌دیدم کابوس دو تا خرچنگ دستام که خرچنگ شده بودن رفته بودن رو دوشام می‌خواستن مخمو بخورن مثل این کرم منکر انشالله که خیره داشتم خواب میدیدم داشتم خواب میدیدم خواب سید داشتم خواب سید میدیدم خواب هم موقعی که ما میرفتم سید خواب نجمه زنم خواب قاسم پسرم که وقتی که ما میخواستم برم سید میومدن بدرقم داشتم خواب میدیدم خواب نجمه زنم نجمه زنم مثل همین دستم مثل دست راستم بود نجمه زنم مثل همین دستم بود مثل دست راستم بود وقتی میخواستم برم سید عباتو بکش سرت وقتی میخواستم برم سید من از زیر قرآن عبور میداد و کل میکشید
چیز قاسم پسرم مثل همین دستم، مثل دست چپم بود قاسم پسرم. وقتی میخواستم برم سید من از زیر قرآن عبور میداد، بهش میگفتم بابا قاسم گوشت بیار نزدیک، بابا قاسم نجمه ایچو رو دو شما گریه نکن، قاسم دلش میگیره. نجمه عزیزم، قاسم بابا زمانی که ما نجمه جای گریه و زاریه بیا برو زار زمین ما رو در کن. نجمه نه 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 ترس نه ترس نه ترس نه ترس بیا برو زار زمین ما رو جمع کن. برو نجمه، حواست کجا نه قاسم، به ما نگاه کن قاسم بابا، این پول بگیر بذار تو جیبت، برو به ناخدانه بی پیر بگو که ننم گفته آقا میخوا بره دریا، بیا با کلم الله خوندنت با قرآن خوندنت ایمنش گشتر اشکیا. برو بابا قاسم. ای بابای بابای، به ناخدا نبی پیر بگو که قرآن خوندنش از همونجا شروع کنه تا تمام اهالی بندر، تمام ناخدا و جاشو بدونن که ما میخوام برم دریا و بیان تو این منزل ما جمع شن. برو بابا. یه حال عجیبی داشت این ناخدا نبی پیر که همه رو وقت سید رفتن ما با کلم الله خوندنش خبر میگه. نبی تو کوچه ها رو گلیم میخوابید و وقت اذان با ناله اذان میگفت و هیچ هم حرف نمیزد. تمام کسایی که نبی ناخدا رو نمیشناختن فکر میکردن که نبی ناخدا لاله. تنها جایی که نبی ناخدا حرف میزد نطقش باز میشد فقط توی قهوه خونه عبدالقوشی بود. نبی فقط اونجا حرف میزد. قهوه خونه عبدالقوشی. عبدالقوشی به خاطر که مشتریاش سر کیفیاره کی هورت و هورت چای سفارش بدن اول خودش یه چای سر میکشید و خوبه خب دیگه عبدالقوشی میخواد تو قهوه خونه خودش حرف بزنه. خب دیگه این چیزه، دیگه این رقاصه عربی دیگه نجنبونه، بده داده کارش دیگه، غیر نده چیزه اگر پاس بزنه. دیگه این مطربان دیگه ساز نزنن، این کلیا با این داری و دنبکشون جمع کنن برن که عبدالقوشی مو صاحب قهوه خونه میخوام توی قهوه خونه حرف بزنم. خب آدم های تازه وارد، کسایی که امروز اومدید توی قهوه خونه همه میدونن که ما عبدالقوشی توی یه سفری که برای پیدا کردن مروارید رفته بودم دریا، یک کوسه دبنگ جفت پای منو کند و برد و خورد. از اون وقت حالا مردم ما یه قهوه خونه رو زدم که همه مردم اینجا با هم دیگه عصرا جمع شن و با هم دیگه گپ بزنن. اما مردم حکایت مو، حکایت دریا رفتن مو و پیدا کردن مروارید پیش حکایت این ناخدا نبی که همینجا نشسته هیچه. مردم ما اینجا یه ناخدا داریم که خیلی با دل جرأته، میگه توی سفری که برای پیدا کردن گنج اجدادش رفته بوده توی جزیره به اسم گمسوار با پری دریایی روبرو میشه. البته شنیدن این حکایت از زبون خودش یه لطف دیگه ای داره، ما بلدم نطقشو باز کنم، به اسم گمسوار حساسیت داره. من نطقشو باز میکنم، شما هم چایی سفارش بدیم موراتمو بگذره. چیزه نه نبی ناخدا، اسم این چیز، اسم جزیره چه بود؟ اسم جزیره گمسوار بوده. نبی ناخدا، نبی اسم جزیره گمسوار بود، اسم جزیره گمسوار بوده. دستتا زلدار، دستتا وردار، عبدالقوشی چناق. گفتم اسم جزیره گمسوار نبود، اسم اونجایی که گنج قایم بود گمسوار بود. بعد ما آمدیم اینجا بتمرگیم، یه چای کوفت کنیم، تو نطق ما رو باز کردی. خیلی خوب، آدم های تازه وارد، گوش کنید، نبی میخواد حرف بزنه. خب
من وقتی نقشه گنج رو به دست آوردم رفتم سر وقت گنج. بعد از مشقت‌های خیلی زیاد رسیدم بالای سر گنج و گنج رو پیدا کردم. گنج، گنج زیاد. همین که دست انداختم اولین خمره که پول طلا جواهرات، پول مرواریدهای بندازه تا خمارق، سکه های طلا، گردوبند های مرصع، همین که دست انداختم زیر گنج که همه رو بریزم بالا بگم گنج، گنج، که همه بریزه رو سرم حال کنم، یاد دیدم از تالاب روبرون چند تا دسته ماهی بالا پایی میپرن. آب میگه قد 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 تلب تلب ماهی ماهی ماهی، قد 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 تلب تلب ماهی ماهی ماهی. یاد دیدم آب یا قرمز شد، یا بالعجب، یا آب سبز شد، گفتم بازم یا بالعجب، یا آب زرد شد، گفتم یا بالعجب. یاد دیدم آب گفت بق 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 بق، یا یک کله آدم بیق اومد بالا. گفتم آقا نگهبان گنج همون که به عنوان ترس تو نقشه ازش یاد شده بود، نگهبان گنج پا گذاشتن به فرار. نگهبان گنج پدر سای خربون بس بود، هفتم اومد بی پدر این برم من بس بود. اومدم از این تناب مردم مرده برم بالا که تناب پاده چلو خوابدم زمین. نگهبان گنج آقا جلو نیا، نگهبان گنج نیا. آقا عجب نگهبان گنج، یه دختر خوشگل، یه موجودی که نصف تنش آدم و نصف تنش ماهی بود، یه پری دریایی، یه دختری با چشمای آبی کشیده، با موهای زرد که دور تا دورش روی آب ریخته بودن مثل خورشید. تنش لخت هیچی نپوشیده بود، لباش قرمز. بهش گفتم بوس میدی؟ من عاشق شدم. بهش گفتم پری دریایی تو عاشقم میشی؟ تو زنم میشی؟ گفت نه. گفتم چرا زنم نمیشی؟ گفت آخه من آدم نیستم. گفتم منم آدم نیستم، من گاوم، با افتخار میگم من. گفت اگه میخوای زنت بشم باید گنج رو بریزی توی آب. خاک تو سرم، منم گنج رو ریختم توی آب. گفتم خب. بعد گفت حالا برام قرآن بخون. گفتم ها؟ گفت حالا برام قرآن بخون. گفتم ها؟ گفت حالا برام قرآن بخون، همون جوری که جبرئیل سر کوه قاف میخونه. گفتم من قرآن بلد نیستم. رفتم شهر، دو ماه قرآن رو حفظ کردم. اما از پری دریایی خبری نبود. 4 ماه موندم اما پری نیومد. بعد به خاطر که پری دلش بسوزه لنگم رو غرق کردم، فرستادم ته آب، خودم اومدم بالا، شروع کردم رو آب قرآن خوندن. 4 روز رو آب قرآن میخوندم، لخت، اما پری نیومد. بعد روز 4 منو یه لنج از آب گرفت و آوردم تو بندر. نگاه کنید این گواه منه. نگاه کنید پوستم از اون موقع تا حالا مثل ماهی سفید شده. نگاه کنید فکم کش اومده، فکم دراز شده. فکم که اول اینجوری نبود که، فکم بعدن اینجوری شد. نه فکم بعدن اینجوری شد. چیزه عبدالخوابه چی؟ اعصاب منو خود کرده. یه چای بده
بریزم تو حلقم. اما این صحبت های نبی که تموم میشد او وقت همین شیخ عباس، شیخ عباس، همین شیخ عباس امام نماز مسجد بالا که تو قبر خونه اصحاب پاتوق میکرد، شیخ عباس امام نماز مسجد بالا، مسجد بالا که دوتا منار داره، گنبد نه، دوتا منار داره که اول صبح اذان سر میده میگه الله اکبر الله اکبر الله اکبر، چه بهش میگن اقدر سر به سر این عبدالقامجی چلاق خدا دیدی با آدم داد کوسه خورد، سر به سر این نبی دیوونه دبان یقدر نذارید. مردی که تو میخوای این مشتری ها چای سفارش بدن نطق پیرمرد رو باز میکنی، خدا رو خوش نمیاد. خیلی خوب جماعت قهوه خونه تازه واردا با شیخ عباس و امام نماز مسجد بالا ای حتما حتما این نبی دیوونه اراجیب نمیگه، ای حتما حتما بنت ابو ایدل مایا تو آب دیده به زبون عربی. یعنی چه؟ ها چیزه، بنت یعنی دختر، ابو ایدل مای یعنی پادشاه آبهای سیاه. میگن این ابو ایدل مای یه مرد سیاه و زشته با موهای فرفری که چی بهش میگن؟ که نصف تنش آدم و نصف تنش چیز داره، دست داره، همه چه اسمشه؟ دم داره، نصف تنش دمه. ها میگن او هر شب از توگ دجله یا فرات یا کارون بیرون میاد و روی تخت سنگ میشینه و موهای زرد دخترش شونه میکنه، هی دم میزنه ایطوری، هی موها رو شونه میکنه. این دختره که خوشگله در واقع سفیده، در واقع چیزه، همین دختری آمو هست که زشته بیریخته، ما نه، او عبدالعدل مای. او وقت اینم که زشته پدر همین دختر هست که خوشگله، او وقت این خوشگله هم پری دریاییه، چه میدونم؟ این دیگه حکمت خدا هم، چه میدونم چه طور درم بده؟ بزن حرفمو بزنم. این پری دریایی در واقع قدیمی ها میگن که علاقه خاصی به صوت قرآن داره. قدیمی ها نقل کردن که نمیدونن چرا. ها حالا این نبی دیوونه حتما حتما این دختره رو تو آب دیده، او وقتی پوست تنش همینطوری شده سفید شده، حتما حتما آب تن پری دریایی به تنش خورده. آخه نبی 4 روز تمام رو آب قرآن میخونده. ها اینا رو گوش بگیرید. ای عبدال چلاق یه چای بده برسم تو حلقم، حلقم خوش شد، یه چای بده ببینم حلق شیخ عباس خوش شد، یه چای بده بخورم ببینم. اما شیخ عباس، شیخ عباس، فرمایش شما متین، شیخ عباس، ولی که، ولی حرفای شما درست، ولی که خیلی ها توی شهر باورش نمی کنن، همه میگن که نبی ناخدا حراجیف میگه، میگن بدون جاشوش رفته دریا که لنجشو بفروشه، دروغ میگه لنجش غرق شده، او وقت لنجشو فروخته و او ورشد با خریجی و سر همین قرداره، قمار کرده، نجسی خورده او بر. ما نمیگم این عبدالقهوچی همین نزورخوره، نزورخور شهر که اینجا نشسته همین دونگ، این که ای پاتوق میکنه تمام حرفا رو پشت نبینا خدا همین نزورخوره داره برده. این چای رو بده ماما، ببین خودش میگه این با این که دختر کوچیک ما رو جا بره پولش برداشته اما حرفش سنده، پول داره دیگه. چیزه همه بیچه میگه چیزه بفرما آقا هاشم، نظر شما چیه؟ آقا هاشم نظر شما راجع به حرفای آقا نبی چیه؟ آقا نظر شما راجع به پری دریایی چیه؟ ها؟ شما با ما صحبت کن، شما راجع به پری دریایی با ما صحبت کن، این صحبت ها نیست، این صحبت ها نیست، اونه که ما میگم هست. شما با ما صحبت کن، ما بزرگم پول دارم، شما با ما صحبت کن. ما که نگفتم پری دریایی تو آب ندیده، ما میگم پری دریایی تو آب دیده. اونجا با این عروضی که ایسر هم میکنه نمیدونم دختری با چشمان آبی و موهای زرد و چرا ما ندیدم؟ چرا ما ندیدم؟ این دروغ میده، این دروغ میده، این حتما این دبنگ حتما حتما چیز نجسی خورده، خب مرز کرده رفته لب آب، یه زن انگلیسی تو آب دیده. زن انگلیسی هم سفیده، های زرده، این فکر کرده پری دریاییه،
اینا به دیوونه باید ببرن حمالی سنگ بکشه که با این اراجیبی که سر هم کرده چند نفر دیگه هم راهی جزیره های پرد کرده که به اسم چه میدونم به عشق پری لخت و گنج میرن سمت آب از من پول نزول میکنن وقت وقتی برمیگردن بهره ما رو ندارن بدن همه هم دختراشون به عقد مادر میارن همه هم 12 سال میارن 13 سال یکی 18 سال رو نمیارد به دست با ما چکر بسم الله الرحمن الرحیم قال تعالی الربا نزول خوری حرامه 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 صدف حرامه پدر سگ نزول خورات روز قیامت سر از قرد در نمیارن جماعت پوف بد بیاد تو نه خدا توف تو صورت ما میکنی توفت کش اومد دست ما تمیز کنید اگه جهنمی تو کار باشه که اول که اول همین مال مردم خورا رو میبرن و این وراجانو چطور زمانی که میخواین پول بگیری همه میگین خدا بیا مرزتت تا که من ولا میشین موقعی که میخواین پس بدین حوالا به جهنمه تو بکش تا پول صورت خودت دوف کن تو صورتم پدر سگ خر نجس بلند شید میرم جماعت بلند شید با این نزول خور زیر سخت موندن حرامه 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 نجسه بلند شید میرم ودود تو برایش تبرگیدی ایجا مگه این نبی ناخدا با صوت قرآنش تمام این ناخدا جاشوار خبردار نکن که همه دارن در قهوه خونه ایستادن بلند شید میرم همه بزنیم به کجا میرم بزنیم به کجا میرم رسم تو کجا میرم بعد همه با هم میزنیم به کوچه بعد همه با هم میزنیم به کوچه به کوچه یادش خوش که همیشه خودش خالی میکرد برا خجالت نجم زنم که همیشه موقع رفتنم رو بغض داشت با چشمای سبزش که از بغض قرمز شده بود نجمه نجمه اینطور عشق نریز این عشقاتو با این گوشه مغنت باک کن فوتو نکنو بر جدو مردم نجمه بابا معلومه که ما سالم برمیگردم ما تازه حالا میخواییم برای تنهایی قاسم پسرمون عروس بیاریم نجمه من بیا بغلو میدونم فشارم نده ایتوری نگاه کن نجمه اینقدر بغض نکن اینقدر بغض نکن اینقدر دلتنگی نکن این بره نگاه کن تمام این مردم همه مثل تو چشم انتظار مو هن که ما برم و دست پر برگردم تا شهرشون دوباره پربار بشه این بره نگاه کن تمام این ناخدا جاشوا منتظر مو هن که ما سرکرده شونم که با هم بزنیم به دریا دست پر برگردیم تنها تو فقط چشم انتظار نیستی نجمه باش تو جلو مردم نزم ما اینطور دوباره را بیام نجمه چرا حالیت نیست اگه ما این ناخدا جاشوا نزنیم به دریا دیگه ماهیگیر نمیتونه ماهی بگیره وقتی ماهیگیر ماهی نگرفت او وقت ماهی خر نمیتونه ماهی بخره وقتی ماهی خر ماهی نخرید او وقت ماهی خور نمیتونه ماهی بخوره بیس بیس میگم وقتی ماهی خور ماهی نخور او وقت بیکار میشه بیکار که شد علاف میشه علاف که شد میفته تو خیابونا همینطوری سگار 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 اگه گیرش بیاد ودکان آبجون چه میدونم هروئین و کوفت و زهرمار بعد معتاد میشه میفته گوشه خیابون میمیره او وقت نحسی و کثافت و نجاست همه جا رو برمیداره بیا این مثلا بازار ماهی فروش هست نگاه کن این باش بیشتر شبیه بازار نکبت فروش هست تا ماهی فروش ها نگاه کن همه جا سیاپوش شده همه جا رو بستن چون ماهی نیست نگاه کن نگاه کن او پیره مرد و پیره زنه که ماهی میفروختن این بره نگاه کن که میفروختن همینطوره چون ماهی نیست نشستن هی سگار میکشن چای سگار چای او داستان سنباد بری تعریف میکنه او برای او جوک تعریف میکنه ایو پسره دادیروز ماهی قباد میفروخت چون ماهی قباد نیست داره پاسور میفروشه او یکی داره حشیش بار میزنه او بار دارن نجسی میخورن همه جا رو کسافت برداشتن هی بخت سیاه ما نگاه کن نجمه او جاشای موتورخونه ما هن چون ما دریا نمیرم افتادن توی بازار پی حمالی اینا متخصصن ای نگاه کن او تهو نگاه کن او تهو ببین سر بکش سر بکش او تهو ببین نگاه کن اون نصرت سرکرده جاشوهای ما چون ما دریا نمیرم افتاده پی معرکه گرفتن مردم رو دور خودش جمع میکنه
از این کار داره امرار معاش میکنه. باید بزنم نصرت! دست از مرگ گرفتن وردار، سر کرده جاشوه ما! نصرت! دست از مرگ وردار! نمیزن بیا نصرت! اهلا وسهلا جماعت، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. منوستتم سرکرده جاشوهای ناخدا ودود حکایتهای بسیار جذاب تعریف میکنم. اهلا وسهلا. پود 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 ناخد کشمشتم. پود 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 میخوام حکایت تعریف کنم. پود پود پود. نه ما زیش ندارم، پاهم همین شکلیه، مادرزاد این شکلیه. پود 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 پود. خب امروز جماعت میخوام براتون حکایت جن تعریف کنم، داستان جن. میگن عبدالله پسر ننعامه رفته بود تو نجارا بهمنشیر تو آبادان، اونجا یه آتیش قرمز رو با پاش لگر کرده بود. او وقت از ما بهتر اون اجنه ها میزدنش از توب تا شب، از شب تا تو، از توب تا شب، از شب تا تو. مردم دیگه با صدای خورناساش که شبیه گراز بود آشنا بودن. یه بار یکی از اهالی اومد گفت مندم 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 مندم. گفتیم ها 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 ها. گفت مندم ما عبدالله رو دیدم از پشت بلندی تک و تنها بوده، نور ماه که کامل شده اجنه ها اومدن دور تا دور عبدالله. عبدالله با اجنه ها رخصید تا تبدیل به یه حیوان درنده شد. نور ماه که کامل شده بود جماعت بینام، خلوت کنید بینام. این که عبداللهه، چرا رو زمین افتاده؟ ای چرا؟ ای چه بهش میگن؟ دندون داره برده. چرا دم داره؟ چرا؟ بده جناب بینام. خودم با انگوش خوبش میکنم، میخوام خط بکشم دورش. بسم الله الرحمن. از انگوش ما کاری بر نمیاد، جند رفت تو جندش، جند زده شده. عوض بالله بسر سیاتین حضرته. این دبنگ حتما حتما زمانی که رفته این چمش میگن توی میزارا به همنشیر آتیش روشن کرده، بچه جند از آتیش قرمز خوشش میاد. وقتی آتیش قرمز روشن میکنید، منقل کباب میکنید، اجنه ها دور تا دور آتیش جمع میشن. حتما وقتی که با پاش آتیش لگد میکرده یا بسم الله الرحمن الرحیم، نترسید نترسید، این ما محکم باشید. ببین مسیرم سپره ها چیزه، حتما بچه جن سوزنده بکشته. حالا اجنه ها دارن انتقام میگیرن. چقدر تو حدیثا داریم که بری تنها بیرام، چقدر تو حدیثا داریم که آتیش قرمز لگد نکنید، دم غروب جایی رو جارو نکنید، بخت دختراتون بسته میشه، دختراتون میترشن. خلوت کنید بینام، خلوت کنید بینام. اینو بلندش کنید ببرید سمت مسجد دعا بخونید. بلند کن بینام ببرید سمت مسجد دعا بخونید. خلوت کنید. چرا الله اکبر میگین؟ نمرده که ببرید بینام. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. زیاد تو حس نرین، زیاد تو حس نرین. همش حکایت بود. خودم پول 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 پول. خودم با چشمای خودم دیدم که شیخ عباس همینطوری عبدالله رو مداوا کرد. پول 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 پول
اهلا وسهلا نخانم، سلام نجم خانم، اهلا وسهلا به معرکه ما خوش اومدی، داشتم مردم رو نصیحت میکردم، اهلا وسهلا. زهر مار، درد، ستیر، یمان، کوفت، تو لغمه خودت از گلوت پایین نمیره، میخوای لغمه این مردم بخوری؟ جمع کن بینام این معرکه تو، برو سمت امامزاده، میخوام بریم سید، برو بینام. تو هم اسبار ما رو خورد کردی، شهر کسافت برداشته. لا 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 استغفر الله ربی و عطب علی با بازیش گرفته هم نجمه نجمه عزیزم همه برید سمت امامزاده. سمت امامزاده که میرفتیم دعا و دخیل و نز برا روزی و درکت نماز که تموم میشد با اشاره دستم ای کاکاسیه های کتوله نه همونزن برزنگی شروع میکنم به نه همونزن بزنه بینا مردم شاد کنید بزنه بینا بزنید خوبه بزنه بینا شروعش کنید نه جده مردم نه جده نه یایی بر کجا میای؟ بگی برا برا بینا خوبه خیلی خوش آمده خیلی خوش آمده خوش آمده خیلی خوش آمده خیلی خوش آمده همیشه تو این موقع نجمه هم نوع میباشید و سر بکرد تمام اهالی وقتی این سرصدا رو میشیدن باورشون میشد که فجود داره میره سرید زنها هم برداشون سرکرد میوبردن که به چرا نشستید؟ ودود داره میره سید آه داره میرم دریا دریا را مومد حتما شما همراه ما بیاییم ماهی داریم آه سفر خوبی میشه هله یا ماهی یا مروارید یا ماهی یهو نگاه میکرده میدی نگاه کن لبشتو نگاه کن یهو نگاه میکرده لبشت نگاه میکرده نگاه همه اومدن لبشت با لباس های سفید پیر مردا برا تماشا زنا برا مرداشون دخترها برا پسرها پسرها برا دخترها بچه ها برا پدراشون جاشو و ناخدا همه لبشت همه میومدن سمت ما میومدن سمت ما یه اسلحه میدارن دستم یه تفنگ که برای روزی زیاد و کوری چشم حسودا یزله عربی بریم و تیر شلیک کنیم ما هم میگفتم ای گلنگدن میدون بگیر بینو میدون بگیر میدون همه جمشید هی همه هم هی همه هم جمشید یبنالک وار ترمی بی یبنالک وار ترمی بی بعد همه ما رو سوار بلمامون میکردن رو به سمت لنجامون ما هرچه پارو میزدم هی نجمه تو ساحل که دست قاسم رو گرفته بود هی کوچکتر میشد نگامو که از ساحل میگرفتم دیگه به لنج رسیده بودم نفرت سرکرده جاشوا که یه رسین سیدی نهاده دو سرش های نافش افتاده بیرون نفرت دستمو بگیر نفرت بگیر اینام احنا با سهل نخدا احنا با سهل خیلی خوشی اومدین جاشوا ایه و ایه خوبه زبون نریزه قد تو هم بیایی دکل برو بالا هرچی دیدی با ما خبر بده ای او پله سوم لقه حواست باشه خوابت نبره بالا ای ناخدا تا
تو هم بیا برو پشت سکان لنجت، سکان لنجت و دستی به چسب اینطوری نگاه کن به دماغه لنجت که داره رو به دریای بی انتهای آبی بالا پایین میره. نگاه کن به این مرغای دریایی که به هوای ماهی دارن دور تا داره ما میکرد. انگار که ما نوح هم و لنجم کشتی نو. جاشوه موتور خونه او پایینی ها موتور روشن کم 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 نوستر چه خبر؟ حشوفن نه خدا حشوفن باوری دارم دسته های ماهی رو دیره هم نمیدم نه خدا چقدر زیادن چقدر زیادن چقدر زیادن خوبه 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 تو رو از سمت چپ بنازیم براست گب 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 جاشا موتر خونه با حضر تمامتر سرات رو به جلو گب 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 همه سر جاشا میخوام سکانه به چرخونم نصد سرعت لنج کم شد انگار ماهی ها زیادی تو دور افتادن هی تو رو بکشید بالا آی اما آی اما نصد تور داره میاد بالا نگاه کن نگاه کن نصد تور رو نگاه کن تور داره میاد بالا هرچی تور بالا تر میاد سرعت ماهی ها تندتر میشه بیا تور بالا بیا 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 تور بالا بیا 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 تور بیا آب ریز سرام بیا 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 تور بیا تور بیا 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 پایین تور پایین تور خالی تور خالی تور خالی تور خالی نگاه کن استاد چقدر ماهی همین که دارن بین میگا و بین این خرچنگا دم میزنن انگار میگن بگیرید ما رو بگیرید ما رو ما میگیریم شما رو عجب ماهی درشته نصد دم نزن نصد دم نزن هرچی ماهی حلال گوش از حرام گوش جدا کن بنداز تو آب یه بارو تو آب و دو رکعت نماز بلا روزی همه بیاین بالا جاشو موتور خونه بالا همه به صف 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 پشترمون بنده رو برمون قبله بالای سرمون آسمون آبی زیر پامون دریای آبی دو رکعت نماز به خاطر اینکه ما روزی داریم قربت الله الله اکبر تو توی یکی از این روزهای قشنگ جنگ زشت شروع شد خاموش شد خاموش شد خاموش شد همسنگری دیگاه که با آسمون جا هرچی مرغای دریایی هرچی میگو فشنگ خمپرست هوا ول کردن پدر سگ صدام تروق پدر سگت خدا هم اومد جلو صورتم همسنگری کجایی؟ آی حسن بود پکوندنش حسن پکید حسن پکوندن نگاه کن چیکار کنم حالا خدا نگاه کن از شهر به جز یه خرابه چیزی باقی نمونده که دو روز دست ماست و در روز دست صدام مردم شهرم که همه رفتن عقب هم سنگری جوانای شهرم که همه پریدن سمت آسمون مثل قاسم پسرم و وقتی فهمید دارن چه بلای سر دکترهای سوستم گرد و خرمشهر میارن اومد از ما رضایت نامه بگیری که بره جبهه ای دستمون هموز نگاه کلاشو نه نه بابا ما گریه نمی کنم پسرم 18 سالش شده نگاه فانوسخشو نگاه پوتیناشو چه واکسی شده به پوتیناش
بازم بابا با همین شعاری که همه میدن تام بیا برو به سمت دشمن برای نابودی دشمن ای لشکر صاحب زمان آماده باش آماده باش ای لشکر این صحنه رو تا دیدم یاد تعزیه شیخ عباس افتادم تعزیه قاسم تو مسجد یاد امام حسین دلمو قرص کرد انگار که ما امام حسین تعزیه بودم و قاسم قاسم تعزیه های عمو جان من قاسمم آمدم به پابوس سالار شهیدان رخصتی فرما عمو جان تا بروم به میدان نجمه خودش قموماشو پر آب کرد وقتی میخواست بره جبهه نجمه 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 سلام نجمه ایزار گریه که برات خوبه دمه رفتنی بستو گلوت میمونا چه میگی؟ چه بابا ما با هم دعوا نمی کنیم ما با هم اختلاط میکنیم نه که ما گریه نمی کنم آب دیده ما با خون جبونامون میشه خونابه دشمنت فقط از خون فرار میکنه نه خونابه ما خودم گیجم کردین گیجم کردین اصلا بیاد بغلم ببینم جفتتون بیاد بغلم ببینم ما خودم شنیدم که شیخ عباس تو مسجد بالا وعظ میکرد و مردم برای دفاع فرا میخوند خودم با گوشای خودم شنیدم الله اکبر جماعته جماعت این عراقی ها یورش آوردن و دسته دسته این دختره ها و این زنای ایرانی رو این عراقی های اجنبی سواره این ماشین هاشون میکنن و میبرن با خودم با چش خودم دیدم اینا حتی بزنه حاملم رو هم رو کردن محدثم کاری بر نیومد جوونا از دست هرکس کاری بر میاد بره جوونا بلا آزادی برید بلا آزادی برید وقتی جسد تیکه پاره شده قاسم آوردن به شیخ عباس گفتم شیخ عباس میخوام صورت پسرمو ببینم شیخ عباس منمن کرد گفتم شیخ عباس میخوام صورت پسرمو ببینم شیخ عباس منمن کرد در کفنو باز کرد نگاه کردم دیدم پسرم پاره تنم همون که میبوسیدمش صورتش پر شرم میشد سر نداره بچه رو سر نداره شیخ عباس جزی رو جا آقا امام حسین گفتم این که پنبه گرد کنید بذاره زیر کفن مادرش نفهمه سر نداره اما نجمه در کفن رو باز کرد و دید پسرش سر نداره او همش میگفت اگه حسین ما تویی سرت کو اگه حسین ما تویی سرت کو حسین دو روز بعد شب اول قبر نجمه با شب سوم قبر قاسم یکی شد حالا دیگه نجمه منو تک و تنها گذاشته بود اما هر شب تو خواب عروسیمونو میدیدم و تو روز با اومدن هر خمپاره به اسرائیل میگفتم بچرا جونمو نمیگیری بچرا جونمو نمیگیری بچرا جونمو نمیگیری لامصب خونه ی هاشم نزول خور نامردم شده بود پاتوق فرمانده های عراقی هر شب دست و رخص و کل و کباب هاشم نزول خور یه شب به خاطر ادعای ریاست یکی از زنای 13 سالش رو بی غیرت پیشکش میکنه به فرمانده عراقی فرمانده عراقی هم با دختره میره تو هجده دخترم نامردی نمیکنه با چاقو فرمانده عراقی رو میکشه فرار میکنه میره پیش نبی تو همون قهوه خونه که حالا خراب شده بود هاشم میگه دختر تحویل بده نبی تحویل نمیده با هم درگیر میشن و هاشم با یه چاقو دخل نبی رو میاره نبی هم نصف جون بلند میشه با یه گرز میکوبه تو سر هاشم و سرش میپکه وقتی ما به وسیله همون دختره که داشتیم ما تو شهر برای عملیات نهایی حاضر میشدیم وقتی که از زبون و دختره شنیدیم که چه بلای سر نبی اومده وقتی اومدیم بالای سر نبی دیگه نبی داشت نفسهای آخرشو میزد تو بغل گرفتمش و بهش گفتم
ای نبی نبی آه میگه همه رشترش خلاص کردم. تو نباید حرف بزنی نبی، تو نباید الان حرف بزنی ها؟ بعد یه چیزی شبیه پوست تا شده رو از تو گردنش کند و داد به ما. گفتم این پوست چیه؟ گفت این نقشه همون جزیره گمسواره. ما فقط یک قسمت از هفتا گنج رو پیدا کردم که به عشق پری دست از کار کشیدم. اگه پری اومد سراغت بهش بگو که ها؟ گفت برو گنج رو پیدا کن تا وضعیت جنگ زده ها دوباره مثل اولش بشه. اگه پری اومد سراغت ها؟ چه؟ ها؟ منم چشماشو بستم که به حد یه چیزی دیده بود که باز مونده بود. همون شب نبی رو خاک کردیم، خانواده هاشم رو نجات دادیم. چند وقت بعدم که شهر آزاد شد، منم رفتم لنجم که تو تنگه خور زنگی بود دره بردم، شروع کردیم برای بچه هم مهمات بردن. جاشوا متنه روشن گم 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 خمپاره، صدای سود خمپاره است. خمپاره دکل، خمپاره نصد، نصد خمپاره دکل، دکل خمپاره دکل، دکل بام، دکل بام، دکل بام 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 نصد بام کدام آقا جده سود بام. نه نه مونه نندا ستوب، مونه نندا ستوب نصد، مونه نندا ستوب، مونه نندا تو آب نصد بپرین لنج بیرون الان با محمد میره رو هوا لنج بپرین میره هوا لنج و نصرت و جاشوا تمام دار و ندار ما با مهمات همه رفتن رو هوا. نصرت بپری تو آب الان لنج میره رو هوا. دوبارتی زخم قدیمی سرباز کرد. چند وقت بعدم که جنگ تموم شد با خودم گفتم حالا که جنگ تموم شده، حالا که سر این جنگ زده بی کلا مونده، حالا که علی مونده به حوزش، بهترین کار اینه که بیام برم و وصیت ناخدا نبی رو عملی بکنم. این بود که با تنم بلمی که از لنجم باقی مونده بود اومدم تو جزیره گمسوار تو همین غار تاریک. حالا هم بیل به دست تو غار گنج، تو غار گمسوار. یه هفته است که گشنه متشنه دارم میکنم. او بره کندم، ای بره کندم، او بره کندم، او بره کندم، او بره کندم، ای بره کندم. فقط مونده همینجا، فقط مونده همینجا به خیالی که این گنج میتونه وضع جنگ زده ها رو دوباره مصورش بکنه. جنگ و رنج و گنج. این نقشه گنجم که درسته، تا الان که از این پری دریایی خبری نشده. میگم نکنه نبی ناخدا واقعا تو آب یه زن انگلیسی دیده. کجاست گنج لعنتی؟ انگار بیل به یه چیزی خورد، انگار بیل به یه چیزی خورد، بیل به یه چیزی خورد. گنج، گنج، ما گنج رو پیدا کردم. گنج، 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 ما گنج رو پیدا کردم. نبینا خدا نقشه درست بوده، برای قبرت سنگ یاقوت میخرم، میدونمش آیت الکرسی بکنن. گنج، ما پول دارم، ما گنج رو پیدا کردم، ما پول دارم، ما پول دارم. کی میخواد حرف بزنه؟ کی میخواد حرف بزنه؟ کسی نیست که حرف بزنه، کسی نیست که حرف بزنه. پول دارم، ما دوباره میجام ناخدا، ما دوباره میجام ناخدا. میرم، میرم، میرم یه لنج میخرم، میرم یه لنج میخرم، پول دارم، باید لنج میخرم. آقا، آقا لنج دارین؟ لنج که غرق میشه، باید برم یه کشتی بخرم. میرم یه کشتی میخرم. کی میخواد حرف بزنه؟ کی میخواد حرف بزنه؟ کشتیم که قرق میشه، میرم یه ناف میخرم. آقا ناف دارین؟ آقا ناف دارین؟ چه میگه؟ چه میگه؟ آقا که سایه خودمه که
میرم یه ناف میکنم. پول دارم، پول دارم. کل جاشان باید روش کار بکنن. کل جاشو باید روی ناف ما کار بکنن. ما هم لباس این ناخدای خارجی رو میپوشم. از اینکه سفیده، اگه چیان داره، چیانش تو همه. اگه چیانش آویزونه، آقا به ما چیان آویزو کنید. به ما چیان آویزو کنید. یه کلاکه جم میزنم رو سرم. همیشه اقدام بود که به محترام نظام میزنن. داد میزنم میگم سربازا الو احمد دستا ایتاری چه میدونم ایتاری از او بر حالا اوتاری از او بر بعد میریم سید. سید چه؟ سید ماهی. ماهی چیه؟ سید نهنگ. یه چیز گنده تر. سید نهنگ. سرباز که کارش نهنگ شکار کردن نیست. سرباز کارش شکار آدمه. سربازا همه میریم شکار آدم. سربازا همه به خط، همه به خط، همه به خط. اسلحه ها رو بردارید. چه میدونم همه فنگ دوش فنگ بزنید فقط شلیک حرف بزن بزنید. خوبه. چشش در اومد، چشش در اومد. خون نصف گنج مال توه. نصف گنج رو بردار. بردار پدر سگ. سربازا همه از این ور شلیک کنیم بینام شلیک. خوبه. سرش پرید خون، خون قرمز. از این ور بزنید بینام، بزنید بینام، شلیک کنید. قلبش در اومد، قلبش خوب در آوردی. خب قلبم گرفت. این ترکش نزدیک قلبم داره بازی در میاره. میاد میاد جلو. بله اومد، بله اومد. خسته شدم. اینقدر قلبم کند زد و تند زد. موبتنم سیخ شده. وقتی موبتن آدم سیخ بشه حتما یه چیز نادیدنی نزدیک آدمه، مثل پری یا جن. موبتنم سیخ شده. خودم دیدمت. پری دریایی. خودم دیدمت. بنت لعب و عید المحی. خودم دیدمت. وقتی از کابوس خرچنگا پریدم. خودم دیدمت که آروم او تن لخت تو از زیر آب بیرون آورده بودی و رفتی پشت او تخت سنگ قایم شدی. حالا این نور زردت بیرون زده مثل خورشید. با خودم گفتم اگه تمام داستان رو برات تعریف کنم، اگه تمام داستان از سیر تا پیاز برات تعریف کنم، حتما میفهمی که من شیاط نیستم. تمام داستان رو برات تعریف کردم از سیر تا پیاز که تو باورت بشه که من شیاط نیستم. گفتم بد بگم که وقتی که گنجو پیدا میکنم خودت اونو نشون ندی. پری دریایی، خودم دیدمت. وقتی داستان مرگ نبی رو میگفتم آروم بهمون نگاه کردی. بابا چرا نمیفهمی؟ اگه تو خودت اونو نشون بدی ما مجبورم گنجو بریزم تو آب. ما عاشقت میشم، ما به حد عاشقت میشم. حتی عشق نجمه از سرم میپره. او وقت مجبورم دست از پا دراستر برگردم. پری دریایی، حرفای ما رو باور کن. خودت ما نشون نده. ما هم بردم قرآن بخونم، هم نماز بردم. قرآن جلو نیا. نمیخوام ببینمت. جلو نیا. میگم تو از چه میترسی؟ از یه پری دریایی؟ از یه دختره که نصف تنش آدم نصف تنش ماهیه؟ تو ودود پادشاهی، تو ودود ناخدایی. ناخدای آبهای سیاه. نباید به ترسیدت خواست. نترس! شیخ عباس میگفت اگه دست پری دریایی به کسی بخوره او دوباره جوان میشه. اگه پری دریایی زن کسی بشه او پادشاه آبهای سیاه میشه. اون وقت به واقع میشون پادشاه. برو نترس، برو جلو. میترسم. وعده لا
پری دریایی، بیا پری دریایی، بیا خودتمو نشون بده پری دریایی. بیا ما میخوام عاشقت بشم. بیا ما به خاطر تو گنجم میرزم تو آب. پری کجا رفتی؟ پری دریایی، بیا برات قرآن بخونم. مگه دنبال قرآن نبودی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الرحمن الرحیم. الرحمن 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 الرحیم. وای خدایا چشمان آبی، همونطور که نبی میگفت. موهای زرد، همونطور که نبی میگفت. عجب صورت، عجب صورتی داره، عجب صورت، عجب صورت. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن، بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا الله هو الغی القیوم لا تخصص سنة من نوم لا ما ها؟ قرآن نمیخوای؟ دنبال چی هستی؟ شهادتین ها، شهادتینه که تمام پیروان محمد میدونن که میگن مسلمون میشن. شهادتین میخوای؟ چی؟ ما الان یادم نمیاد، ما باید فکر کنم تا شهادتین یادم بیاد. ما یادم نمیاد. بس به خاطر همین، بس به خاطر همین دنبال قرآن بوده برای شهادتین. شهادتین برای چی؟ نبی ناخدا، نبی ناخدا وقت مرگش به ما گفت که پری دریایی دنبال دوتا باله، یعنی قبلا لذت پرواز رو میدونسته. یا اینکه پری دریایی پری یه پری آسمونی بوده. به بالاش چه شده؟ به بالاش چه شده؟ حتما گناه کرده، حتما گناه کرده. مثل روایت حضرت فطروس، حضرت فطروس ملک، او پری هم همینطوری گناه کرد، بالاش سوخت، افتاد تو آب، ماهی شد. بعد جبرئیل پر قنداق امام حسین آورد، مالید به بالاش، شاد بالا بال در آورد. پس اینم دنبال شهادت اینه تا دوباره بال در بیاره بپره بره سمت آسمون. کجا میره؟ بیا فاهم با هم بریم به دنبال شهادتین. ها گناه کردی، شهادتین میخوای؟ محمد نمیگم، محمد نمیگم. بیا بیا فاهم ببوس، فاهم ببوس، فاهم رو تخت سنگه، فاهم ببوس، فاهم با شفا بگیره، فاهم ببوس. اون لبای نرمتو بیار نزدیک. آها آها، آروم پاهم ببوس. ما تو باید زن ما بشی، باید تمام این گنجا رو برام در بیاری تا به چالته این نگام. ما باید، ما باید بشم ودود پادشاه آبای سیاه. پاهم ببوس. قلبم، 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 قلبم گیره، قلبم گیره. آخه، آخه حالا موقع گرفتنت بود. تا این ماجرا داشت، تا این ماجرا داشت خوب تموم میشه. حالا موقع گرفتنت بود. خدایا فکرم داره سنگین میشه، چشام داره تار میبینه، این نشونه یه قبض روه، روحم داره قبضه میشه. ما میترزم، ما میترزم، ما میترزم. خدایا ما آزارم به کسی نرسیده، پری ما آزارم به کسی نرسیده. بیا نزدیک ما، ای ای. بیا نزدیک ما، با ما شهادتین تکرار کن تا ما با گفتن شهادتین از شر جسمم خلاص شم، روحم بپره. تا ما با گفتن شهادتین از شر ای آب خلاص شم، بال بزنی. بگو تا با هم بال بزنی. پری با ما تکرار کن. اشهد ان اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله و اشهد ان علی 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 الله علی الله